پویان سلام. درود بر تو آرمین جان، صدای منو داری؟ بله صدات دارم، صدات عالیه. خیلی خوشحالم دارم باهات صحبت میکنم. بی نهایت سپاسگزارم بابت برنامه سازی که داری جهت روشنگری. بحث آزاد هست، من میتونم نکاتی رو، یعنی مشخصا در مورد امید دانا و برنامه سازی در اون حوزه میخواستم صحبت بکنم، امکانش هست؟ بله امکانش هست، فقط قوانین یوتیوب رو رعایت کنین، فقط محدودیت ما فقط همینه. بسیار عالی. ببین آرمین جان، شما کاری که داری انجام میدی در ارتباط با امید دانا بسیار به نظر من کار خوبیه، منتهای مراتب یه اشکالی توش هست و اون هم این هستش که ما بدون اینکه توجه بکنیم که بک‌گراند این افراد چی بوده و آبشخور فکری این آدم ها از کجا بوده، کار ما یه ایرادی پیدا خواهد کرد. یعنی اینکه ببین، به نظر من و شما امید دانا یک شخصی هستش که داره به شکل مسلسلوار یک سری مسائل بی پای و اساس رو و بی منطق رو داره مطرح میکنه. خب سوال پیش میاد که چرا؟ یعنی تفاوت این آدم، تفاوت منطق این آدم با من و شما کجاست؟ من میخوام به یه نکته ای اشاره بکنم که خب مسئله مهمی هم هست و این فقط توی شخصی مثل امید دانا نیست، توی یک قشری از افرادی که مشخصاً اینا در وهله اول زندانیای سیاسی بودن توی ایران و از ایران خارج شدن، این مسئله دیده میشه. ببین آرمین جان، مسئله اینجاست که در دوره‌ای که این افراد در زندان هستن، این افراد رو اون نهادهای حالا امنیتی روانشناسی میکنن، یعنی متوجه میشن که این آدم حساسیت هاش چیه، از چه چیزهایی تأثیر میپذیره، اینها رو کاملا مشخص میکنن. احتمالا از طریق دایره دوستان این افراد نفوذهایی به این آدم ها انجام میشه و متوجه میشن مثلا شخصی مثل امید شریفی دانا رو چجوری میشه بهتر مورد تأثیر قرار داد. حالا کار به اینجا میرسه که جانم نکته ای رو میخوای بگی؟ اینا رو شما سند داریم براش؟ ببینید مطرح شده این مسائل، مهمترین شخصی که در مورد این مسئله صحبت کرده شخصی به نام ایرج مصداقی که ایشون خودش از زندانیای سیاسی دهه 60 بوده و بعداً با ارجاعات متعدد در مورد این مسائل صحبت کرده. مثلا حالا یک مورد رو اگه مشخصا بخوام بگم، در مورد روح الله زم و آمد نیوز و چگونگی تأثیرگذاری عوامل امنیتی سیستم ایران روی این آدم مفصل صحبت کرده. حالا ببین آرمین جان، من به یه نکته اشاره میکنم و ازتم خواهش میکنم بری این ویدیو رو نگاه بکنی. امید دانا یک ویدیوی ساخته در مورد رهبر ایران، مشخصا اونجا داره صحبت از این میکنه که عکس این آقا روی نشریه تایمز چاپ شده و یه سری تعریف و تمجیدایی که توی اون ویدیو هست. خب این مسئله رو که ما تردید نداریم که این صحیح نیست، عکس رهبر ایران روی نشریه تایمز چاپ نشده، اما مسئله اینجاست که برای من مهم شد که ببینم آبشخور فکری این آدم از کجا بوده که رفته مثلا یک همچین ویدیویی رو ساخته. رفتم سرچ کردم، به یک صفحه غیر معتبر اینترنتی برخوردم، دیدم این آدم توی اون برنامه‌ای که ساخته از اول تا آخر اون صفحه رو فقط روخونی کرده و اون وسط ها یه چیزی رو هم شاید همینجوری حالا به ذهنش میرسیده، چون در برنامه سازی استعداد داره، اون چیزایی که وسط به ذهنش رسیده اضافه کرده. منتهای مراتب ببین، این آدم وقتی یه کاغذ میدن دستش، این کاغذ رو فقط روخونی میکنه، یعنی حواسش نیستش که رهبر ایران
در اون سالی که ایشون برنامه رو تهیه کرده بالای 80 سال سن داشته، منتها چون اون صفحه اینترنتی مال 2-3 سال پیش بوده میگه که ایشون 77 یا 78 سال سن داره. یعنی برای ساختن یک برنامه در مورد یک آدم نرفته حتی ویکی‌پدیا رو چک بکنه. خب پویان، این حرف تو، حرف خودتو نقض میکنه. خب برای اینکه این حرفی که تو داری میزنی بیشتر شبیه اینه که کسی که کسی کاغذ دستش ندادن، حداقل اگه کاغذ دستش میدادن احتمالاً درست‌تر بود. این به نظر میرسه بر اساس حرفی که خودت داری میزنی، این شبیه کسی که خودش داره میره میگره از یک منابع مختلف برای برنامه‌اش یه چیزی پیدا کنه. متوجه صحبتت شدم آرمین جان. نه، مسئله من اینجاست که با یک کاغذ، با یک چیزی که مقابلش قرار میگیره، چالشی برخورد نمیکنه. درسته. این همون رو میاد پیاده میکنه. خب؟ ببین تو داری درباره، ببین دو تا چیز، ببین الان بر صرف خودت که من نمیدونم چقدرش درسته چقدرش غلطه. خب ما الان داریم از این نظامی صحبت میکنیم که کسایی که میگن که مثلا ادعا میکنن که مثلا سپاه همه جا نفوذی داره و همه مثلا هر کسی که مثلا جمهوری اسلامی دفاع کنه حتما مزدور ایناست و پول داره ازش میگیره و فلان و اینا، یه جوری نتیجه گیری میشه که انگار مثلا سپاه پاسداران مثلا سیستم اطلاعاتیشون از CIA و موساد و همه اینا با هم از همشون قوی ترن. یعنی واقعا اگه حرفایی که ما داریم از اطلاعات سپاه همه میزنن درست باشه، یعنی واقعا اینا شاهکار کردن، یعنی یه قدرت خدایی دارن که تونستن مثلا این همه جا نفوذ بکنن و این همه جا مثلا بیا یه برنامه‌ای بسازن که اصلا کسی هم، حتی خود ببین مثلا میگن کسایی که حتی مثلا تو وایس آف آمریکا کار میکنن، یعنی حتی خود دولت آمریکا هم نمیتونه تشخیص بده که اینا مثلا دارن پول از جمهوری اسلامی میگیرن، یعنی با این حرفه دارن بیان کار بکنن که اصلا اومدن کار روانشناسی دارن میکنن که بتونن بیان تشخیص بدن که مثلا کسی که تو زندانه تو آینده چی یعنی متخصص ترین روانشناس های جهان هم همچه ادعایی ندارن بکنن که بتونن بیان به این شکل بتونن نتیجه گیری بکنن که کسی چه رفتارش چجوری خواهد بود تو آینده، ولی سپاه پاسداران تونسته یه همچین کاری بکنه. خب ولی اگه اینا واقعا یه همچین قدرتی دارن، یعنی اینقدر خوبن، اینقدر قویان توی کار اطلاعاتیشون، بعد مثلا بگی مثلا یه کسی مثل امید دانم از اینا داره مثلا کاغذ میگیره که بیاد بگه چی بگه، و اینا اینقدر با اینکه توی این کار دیگه شون قویان، حتی نمیدن بیان میگن که خب سن خامنه ای رو یه کاغذ بدن دستش که سن خامنه ای رو حداقل درست بگه. یعنی توی این کار اینقدر ضعیف بودن. به نظر من تناقض این دوتا بیشترش بر اساس حرفی که خودتون میزنی به نظر میرسه که امیدانا خودش، یعنی کسی کاغذ دستش نه. ببین شما آیا احتمال میدین که امیدانا بالاخره این ویدیوهاش طرفدار داره، پولشو داره از یوتیوب میگیره؟ شما میدونین این چقدر ویو داره الان روی یوتیوب؟ چقدر این پوله؟ این خیلی پوله. خب ویوهایی که امیدانا داره الان از یوتیوب میگیره، اینقدر مردم میان نگاه میکنن، این تعداد ویوهاش اگه برین نگاه بکنین و ببینین که مثلا گوگل از چقدر برای این پول میده، خیلی الان وضعش خوبه. از حتی هم یوتیوب، فقط هم از خود یوتیوب هم حساب کنیم، حتی کمک های مالی هم که دارن بهش میکنن اونا رو هم حساب نکنن، اونا هم خیلی جمع میشه، زیاد میشه. آیا احتمال نداره که دیده که یه مثلا یه بازاری برای این حرف وجود داره، خودش رفته مثلا بالاخره اگه بخواد بره همیشه خودش فکر بکنه که نمیتونه، که باید بره ببینه بقیه دارن چه میگن، بهترین جا برای جمع آوری اطلاعات چیه؟ حرفای خود سپاهیاس دیگه. یعنی بره وبسایت های سپاهی‌ها رو نگاه کنه، این حزب الله‌ها رو ببینه چجوری دارن از جمهوری اسلامی دفاع میکنن. خیلی راحت تره که خودش بره تحقیق بکنه اینا رو. یعنی کسی اصلا لازم نیست کاغذ دست این بده. این همه وبسایت داره، اینا اون حزب الله‌ها، این همه خودشون برنامه دارن نگاه میکنن، میتونه بره اونا رو نگاه کنه، بره اونا رو بخونه، بیاد با خودش روش خودش که هیجانی هست، همه هم دوست دارن، بیاد بازتابش بده به یه شکل دیگه که خودش میدونه طرفدار بیشتر پیدا میکنه. آیا این احتمال وجود نداره که اینا رو خودش داره انجام میده و خودش هم از لحاظ مالی هم از لحاظ عقیدتی ممکنه بهش اعتقاد داشته باشه؟ آیا این احتمالش صفره به نظر شما؟ ببین آرمین جان، احتمالش که صفر نیست، منتهای مراتب من اصلا اومدم بالا اینو به شما بخوام بگم، شما بیشتر معطوف به مسائل علمی شدی، بیشتر معطوف به مسائل فلسفی شدی، خیلی شاید اونچنان که بعضی ها مسئله رو از بعد سیاسی دارن نگاه میکنن اونچنان نگاه نکردی مسئله. خب من اومدم بالا فقط اینو بهت بگم. یه چند تا چیزو میخوام بهت بگم، اینا رو بری ببینی، خب شاید ندیده باشی. من دیدم نه پویان جان، من دیدم که امید دانا میاد حرفای حزب الله رو برمیداره خودش برمش. این من این حرفی که شما زدین رو جاهای دیگه خیلی دیدم. من برنامه حزب الله رو دنبال میکنم، حتی بعضی موقع حد زدم،
بعضی از موقع برنامه حزب الله رو دنبال میکنم میگم این یه چیزی که امیدانه هست احتمال زیاد یه هفته دیگه ازش استفاده میکنه و دقیقاً این حرفا رو یه جور دیگه میذاره، یعنی احتمال دادم که بعد دیدم آره گفت. خب بعضی موقع انقدر حدسام خوب شده، بعضی موقع یه اتفاقی تو ایران میفته میگم اینو امیدانه فردا میکنه اتش برنامه یه همچین حرفی هم میزنه. خب بعد دیدم که یعنی تو میگی از سیاسی من نمیدونم، اتفاقا حدسا نداره بهتر و بهتر هم میشه و این چیزی که خب ولی ببین دو سه تا چیزو میخوام بهت بگم، اینا رو یه وقت بذاری بری نگاه بکن. ببین وقتی راجع به تیم اطلاعاتی ایران صحبت میشه، من نمیدونم کی به ذهن شما میاد، مثلا آقای طائب به ذهن شما میاد، نمیدونم همین آقای محسنی اژه‌ای به ذهن شما میاد، نه برید برنامه شاهین دادخواه رو نگاه بکنید. توی برنامه صفحه آخر آقای فلاحتی دو سه تا برنامه داره اونجا، یه شخصی بوده از بدنه اطلاعاتی ایران، کاملا هم یعنی اثبات شده است. میخوام بگم ما با آدمایی مثل شاهین دادخواه طرف هستیم، اون آدمهایی که توی لایه‌های پایین‌تر وزارت اطلاعات هستن اما دارن کار عملی انجام میدن. یعنی اون لایه اولی که ما مثلا ممکنه آخوندا رو ببینیم، ممکنه یه سری آدمایی رو ببینیم که بگیم آقا اصلا اینا این کاره نیستن. میخوام بگم کار اطلاعاتی دست اون آدما نیست، برید شاهین دادخواه رو نگاه کنید. این نکته اول. نکته دوم در مورد اینکه این آدمها کماکان از ایران، یعنی آدمایی که مشخصا زندانیای سیاسی که از ایران رفتن، چجوری کماکان تحت تأثیر سیستم اطلاعاتی ایران هستن، توصیه میکنم احمد باطبی رو پیگیری بکنید. احمد باطبی رو ببینید بعد از رفتنش از ایران چه اتفاقایی براش افتاد و چه جوری کماکان تحت تاثیر سیستم. ببین جان... من دارم واژه میدم فقط، شما میتونید. آره ولی این روش خوبی برای نتیجه گیری نیست. شما من ببینید هم... نه هم تو ایران هم تو کشورهای دیگه دیدم که مردم چجوری. ببین من نمیگم حرف شما ممکنه درست باشه، نمیگم اشتباهه، خب ولی اینجوری نتیجه گیری کردن، ما به هر نتیجه بخوایم میتونیم برسیم. خب یعنی ما اگه مثلا یک این مثلا این نقطه رو اینجا این اطلاعات رو اینجا میبینیم، این اطلاعات اینجا میبینیم، من میتونم یه سری اطلاعات دیگه برم اینو روی سری چیزای فوکس بکنم به یه نتیجه دیگه برسم. خب مثلا حتی کسایی که مثلا تئوری مثلا توهم تئوری توته و اینا دارن، درست گفتم؟ اینا ببینید که خیلی چجوری اگه فقط حرفاشون رو گوش بکنین و روی اطلاعاتی که واقعا هم درست هستا، ولی ببینید اگه فقط روی اون اطلاعات تمرکز بکنن یه نتیجه گیری میگیرن، ولی اون اطلاعاتو بذارن کنار روی اطلاعات دیگه تمرکز بکنن دقیقاً یه نتیجه دقیقاً برعکسش رو میتونن بگیرن. خب برای همین بهتره که ما خیلی مثلا بیشتر با سند، یعنی یه چیزی رو اگه نمیدونیم بگیم نمیدونیم تا وقتی که واقعا یه سند درست حسابی داشته باشه. خب من خیلی تئوریای شما بحث بستی بر من اصلا با اینجور استدلالت. چرا؟ ببین ولی تو تئوریای مثلا چی میگم تئوریای توتر رو دنبال کردی؟ آره آره آرمین جان میدونم عزیزم، من منبع دارم بهت میدم، میگم برو اینو پیگیری بکن. یعنی مثلا باید. مشخصا راجع به احمد باطبی بهت گفتم برو نگاه کن احمد باطبی یه الان به من استدلالتو نمیدی برای اینکه بتونم ببین. آخه بعضی من چیزایی که مثلا خیلی رفتم بعضی موقع به من مثلا گفتم برو اینو نگاه کن، من خیلی وقت گذاشتم برای چیزایی که رفتم دیدم که یه نفر فقط اومده نظرشو داده. خب بعد یه نفر گفته که به نظر من اینجوریه، بعد یه برداشتایی داشتن که من تو زندان اینجوریه و به خاطر که این احساسو کردم که به نظر میرسه از یعنی همش بر اساس حدس و گمان و بدون سند و از لحاظ کسایی که اصلا روانشناس نیستن. متوجه صحبتت شدم. حالا ببین یه نکته رو هم میگم. ببین آقای ایرج مصداقی رو که من اسم آوردم، بد نیست شاید بتونید صحبت بکنید، اصلا یه برنامه بذارید باهاش در ارتباط با این قضیه. ایرج مصداقی کسی هستش که 5-6 جلد کتاب درست و حسابی، کتاب تحقیقی در مورد زندانهای ایران در دهه 60، عدالتخانه و ویرانگرانش اومده بررسی کرده، از اساس ریشه یابی کرده این مسئله رو. این صحبتی که من دارم میکنم بر مبنای کار تحقیقی که ایشون انجام داده. ایرج مصداقی همون فردی هستش که الان اومده باعث دستگیری حمید نوری شده از عوامل اعدامهای دهه 60، یعنی داره کار انجام میده. خب مثلا مباحثی که ایشون در مورد ماجرای روح الله زم و آمد نیوز داشت
و اینکه چگونه عوامل اطلاعاتی ایران میتونستن روی همچین آدمی نفوذ داشته باشن و اینکه ایشون اطلاعاتش رو از کجا میگرفت، کار ایشون یه کار تحقیقیه. ببین من الان توی این مدت که نمیتونم به موارد مختلفش اشاره کنم، فقط میتونم ارجاع بدم. خب پویان جان ببین یه چیزی ببینیم، مثلا ما بیام نشون بدیم. من میتونم به احتمال خیلی زیاد بگم، مثلا من دیدم، خب موقعی که مثلا جمهوری اسلامی با سند از بعضی زندانیا استفاده کرده، باهاشون یک دیلی داشته که من شما رو آزاد میکنم، بریم برای من جاسوسی بکنین، اگه نکنی با خانواده‌ات فلان و بهمان میکنم. ما که میدونیم جمهوری اسلامی قابلیت این کارا رو داره و این کارا رو هم کرده. خب اینو من میدونم و مثالاش هم دیدم، خب با سند. ولی چون مثلا الان استدلال چیه؟ چون این کارو کرده و این کارو میکنه و این کارو رو ما براش سند داریم، اینجا هم حتما اون شده. خب یعنی ما مثال نداریم، یعنی چون دیدیم جمهوری اسلامی با یه سری کسایی همچی کاری کرده، آیا اینجا نمیتونیم نتیجه گیری بکنیم که مثلا ممکنه امیدوانا اصلا خودش مثلا شما یه مثلا یه هایپوتزیس چی میشه؟ فرضیه؟ نه، میگم یه تئوری داریم. بله. یه فرضیه داریم. یه فرضیه دیگه میتونه باشه که نه، اصلا امیدوانا وقتی اومد از زندان بیرون از هم ضد جمهوری اسلامی بود، ولی خیلی دلش میخواست مثلا بهش توجه بکنن، خیلی مثلا طرفدار رضا پهلوی بود و اینا، ولی اومد محلش نذاشتن و بهش برخورد و این خیلی دلش میخواست مهم باشه. بعد که بهش برخورد، اومد یه ذره علیهشون حرف زد، برای اینکه بهش برخورده دوست. بعد دید چقدر علیهشون حرف بزنه، مثلا چقدر بیننده های من بیشتر شدن، بعد بیشتر کرد. بعد دید یه چیزی گفت که خیلی اصلا طرفداراش بهشون، مثلا فرض کن اومد مثلا از خامنه یه بار دفاع کرد، گفت این کارشو من دوست دارم، بعد دید چقدر همه بهش برخورد تو لایو چت، توی مثلا توی کامنت و اینا، ولی این باعث شد که مردم کامنت بیشتر بذارن و تعداد بیننده‌هاش بیشتر شد مثلا. بعد بگه خب من اینم یه فرضیه دوم. یه فرضیه سوم هم میتونه این باشه که نه، اصلا خودش واقعا عقیدش به طور عوض شد، خودش به طور یعنی به طور صادقانه فکر میکنه جمهوری اسلامی عالیه، خیلی هم خوبه. خب اینم یه فرضیه. خب من نمیگم هیچ کدوم این فرضیه ها هیچ کدومشون غیر ممکن نیست. خب من نگفتم مثلا فرضیه شما غیر ممکنه، چون ما میدونیم بله جمهوری اسلامی بعضی موقع یه کار، البته به این شکل حرفه‌ای هم که شما میگی نبوده، یه مقدار اینجوری نبوده که مثلا بیاد بدونه از لحاظ روانشناسی اصلا بدونه یه نفر چه جوری میده تغییر فکر بوده، به طور خیلی ساده تر بوده که برو این کارو بکن من بهت پول میدم، یا یعنی اینکه با خانواده‌ت رو تهدید میکنم اگه این کارو نکنی. یعنی خیلی روشای خیلی واضح تر و ساده تری بوده برای اینکه بتونه از زندان سیاسی سوء استفاده بکنه. ولی خب آیا فرضیه شما ممکن امکان داره؟ بله، برای اینکه ما دیدیم که جمهوری اسلامی این قابلیت داره. آیا فرضیه این که امیدوانا فقط به خاطر تعداد بیننده های بیشتر که بیشتر شده این کار داره میکنه امکان داره؟ بله اونم امکان داره. آیا فرضیه این که نه اصلا امیدوانا از لحاظ روحی روانی انقدر عاشق جمهوری اسلامی که اصلا تعداد بیننده‌اش براش مهم نیست و فقط میخواد دفاع بکنه و اینو از لحاظ قبول داره، اینو میخواد برای همین میخواد دفاع بکنه؟ بله اینا کدومش درسته؟ مهمه کدوم اینا رو هیچ کدومش رو براش سند نداریم و مهمم نیست. چرا این مهمه؟ ما باید ببینیم که استدلال چیه و بنشون ببینیم که چرا استدلال غلطه. حالا انگیزه کسی که اینو داره میگه چه اهمیتی داره به نظر شما؟ خب به جای خوبی رسیدیم. من اصلا اومدم که اصلا راجع به همین مسئله صحبت بکنم. ببین مسئله امید دانا الان به خودی خود، بله شما درست میگی اهمیت داره، باید به استدلالش پرداخت، ولی من دارم به فرایند امید دانا سازی اشاره میکنم. آیا این فرایند مهم نیست؟ نه. آره از اون لحاظ شاید درست، از اون لحاظ درست میگی. آره من اینو میخواستم بگم الان و توصیه‌ام هم الان به شما باز اینه، این خواهش رو هم ازتون دارم، اگر این مسئله براتون مهمه، چون به هر حال من سلسله بحثاتون رو دنبال میکردم، یک مقدار گاهی اوقات با توجه به اون معیاری که دارید، گاهی اوقات تو گفتگوهاتون یه انحرافایی از معیار داشتید، رفتید به یه موضوعاتی هم پرداختید، اگر این موضوع هم براتون مهم هست، من توصیه میکنم یک گفتگوی با آقای ایرج مصداقی در مورد این مسئله داشته باشید. ایشون خیلی میتونن راهگشا باشن، یعنی این فرایند رو بررسی کنن که اصلا امید داناها، اصلا روح الله زمها، اصلا اینا چجوری پدید میان. ایشون کار تحقیقی در مورد این مسئله انجام به بابک میگی؟ بابک مهمونه رو، بابک و یاسر،
من تلاش میکنم ببینم چطور میتونم با این دوستان ارتباط رو همون برقرار تویتر کنم. روی تویتر همون فکر کنم که اگه جمهوری بی خدایان رو تگ بکنین بابک و یاسر ببینن. بسیار عالی، ممنونم آرمین جان، من عرض دیگه ای ندارم، خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. ممنون پویان جان، ممنون که صبرم داری از نقد من، این خیلی خوبه، ممنون و منم استفاده کردم. حرف تو منطقیه عزیز من، من کلی مباحث تو رو پیگیری کردم و اومدم دارم باهات صحبت میکنم، حرف غیر منطقی نمیزنی. دو سه تا فرضیه رو هم که مطرح کردی خب کاملا درسته، اصلا من نمیتونم بگم اینا غلطه، اما میگم یک چیزهایی وجود داره که شما احتمالا به یکی از این فرضیه ها ممکنه متمایل تر بشی، به خاطر همین این گفتگو رو توصیه کردم. بازم سپاسگزارم ازت آرمین جان. ممنون پویان جان، فعلا.